علی سعدزاده همراه ما، سهلگر مسائل خاورمیانه، مقیم آلمان. آقای سعدزاده، ابراهیم رئیسی در حالی دولت رو تحویل گرفته که تنش‌ها بین ایران و اسرائیل در بالاترین سطح خودش قرار داره. پرونده حمله به کشتی‌ها به شورای امنیت رفته و اسرائیل اعلام آمادگی کرده برای حمله به ایران. تهران هم گفته ما هم جواب میدیم. این تهدید یا پیامی داره برای آمریکا و متحدانش؟ بله، خیلی پیام بزرگی هم داره. همونطور که میدونید بعد از بالا گرفتن تنش و اون حمله به کشتی که مالکیتش اسرائیلی بود در پنجشنبه گذشته، بلا فاصله و این بی سابقه بود در اسرائیل، معمولا مقامات اسرائیلی سکوت میکردن، ولی بلا فاصله آقای بنت نخست وزیر اسرائیل فورا ایران رو مسئول این حمله به این کشتی دونست و بعد اعلام کرد که در پی ایجاد اجماع جهانی هست تا علیه ایران جامعه جهانی اقدام بکنه و این برخلاف روشی بود که تا به حال اسرائیل انجام میداد. نتانیاهو خودش رأسا عمل میکرد و بنت موفق شد این اجماع جهانی رو به وجود بیاره. همه کشورهای غربی تقریبا محکوم کردن این حمله ایران رو، انگلستان، اتحادیه اروپا، ناتو، و در این حال موفق شد اسرائیل که پرونده ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد ببره و در اونجاست که قرار است تصمیم میگرفته بشه. ولی چون اسرائیل شک داره که آیا در اونجا تصمیم گرفته خواهد شد یا نه، چون به هر حال اونجا شوروی و چین وجود دارن که احتمالاً مخالف خواهند بود، و از اونجایی که اسرائیل قبلا اعلام کرده اگر جامعه جهانی تصمیم جدی نگیره خودمون رأساً وارد عمل میشیم، بنابراین حرف آقای بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در حقیقت پیامی است به شورای امنیت سازمان ملل که شما اقدام کنید، تصمیم بگیرید در ایران، و اگر نه ما خودمون آماده هستیم که اقدام بکنیم. و در این حال قبلا هم گفته بود که اگر جامعه جهانی به اون چیزی که ما میخوایم عمل نکنه، این حق رو برای خودمون قائلیم که رسماً اعلام کنیم. و فکر میکنم که این پیام صریح سخنان وزیر دفاع اسرائیل. آقای سعدزاده، اشاره کردین به اجماع جهانی و همینطور اشاره کردین که به هر حال آمریکا و اروپا هم این رو محکوم کردن، حمله به کشتی ها رو. اینها همزمان هستش با دور جدید گفتگوها در برای ایران و واشنگتن، البته هنوز که مشخص نیست که زمانش کی هستش و چگونه پیش خواهد رفت. آنچه مهمه گره خوردن وضعیت ایران به برجامه. باز هم رئیسی از خواست تهران برای برداشته شدن همه تحریم‌ها سخن گفته. رویکرد جدید جمهوری اسلامی در مذاکرات آینده برجام چگونه خواهد بود؟ یکی از مقامات وزارت امور خارجه آلمانی که در این مذاکرات شرکت داشته، پریروز یک جزئیاتی از این مسائل مطرح کرد که خیلی جالب هست. گفتش که ما به نزدیک شده بودیم ولی ظاهرا ایران مشکلات به وجود آورد. این یعنی در حقیقت قبل از انتخاب رئیسی هست به ریاست جمهوری، و اعلام کرد که ایران خواهان این هست که اولا در این موافقتی که انجام خواهد شد در آینده غیب بشه که آمریکایی ها دیگر از برجام خارج نمیشن. و آمریکایی ها هم پاسخ دادن که ما چنین تعهدی نمیتونیم بدیم، چون این تعهد فقط پارلمان آمریکا میتونه بده. بنابراین اگر دولت دیگری سر کار بیاد در آمریکا و تصمیم بگیره از برجام خارج بشه، حق اون دولت بعدی است. یکی اینه. دوم این که ایران خواسته بوده که همه تحریم ها برداشته بشه. پاسخ آمریکا این بوده که نه، همه تحریم ها نمیتونه برداشته بشه. شاید بعضی از تحریم ها که ربطی به برجام نداره قدم به قدم برداشته بشه، اون هم بعد از راستی آزمانی هایی که در مورد قدم های ایران انجام میگیره. و مشکل سوم این که به من فکر کنم این مشکل اساسی است، آمریکا ظاهرا خواسته که در این قرارداد برجام ذکر بشه هم مسئله موشکی ایران، هم مسئله نقش ایران در منطقه، و ایران از این ابا داره. و همین علت وقتی که این مسائل رو ما میبینیم از نظر محتوایی، میبینیم چقدر مشکل هست که به یک توافق برسن. علاوه بر این بایستی صبر کرد که ببینیم اصولا
هیئتی رو که آقای رئیسی میخواد تعیین بکنه که وارد این مذاکرات بشن به نمایندگی از طرف دولت ایران کیا هستند. چون اگر کسانی باشن مثل آقای مهدوی کنی یا حتی آقای امیر عبداللهیان و غیره، اونها موضع سختی دارن و کار به طولانی خواهد شد. علی سعدزاده همراه ما بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، موقع آلمان.